ببینم سرباز، این چیز که در قصر ما و در تالار خصوصی ما گریه میکنند. سلطان به سلامت باشد. ایشان همان بهلول دیوانه است که قبل از ورود شما وارد قصر شده و در جایگاه شما جلوس کرده. در جایگاه ما جلوس کرده؟ غلط کرده؟ بدهی سرش از بدن اچدا کن. جوان، او بهلول است. عفو بفرمایید، همون که اشتباهات شما را به شما بوزدت میکرد. از این چگاه کردن بابا، این خدا میخوام را رهایم کنید. رهایش کن. ببینمت بهلول، چه کسی تو رو این گوله کتک زده؟ های سرباز، در خدمت هستم قربان، بفرمایید. چه کسی در قصر ما این گونه بهلول دانا رو کتک زده؟ چه؟ های سرباز، هرچه سریتر برو و هر آن کس که این کار رو با بهلول کرده به اینجا بیاور تا عقوبتشم کنم. سریتر. بهلول، چرا بدون اجازه وارد قصر شدی که این گونه کتک بخوری؟ من هر جا که می روم ناخوانده می روم. این رسم زندگی من است. جایی دعوت نشده بروم. فکر کردم قصرم مانند خانه فقیران است که می توانم بیایم و دلم هر جا خواست بنشینم. بهلول، تو قصر هارون الرشید را با خانه مسکینان یکی می دانی؟ حالا بگو چه شده است که تو را به این روز انداختن؟ نمیگویم. صبر کنید تا کسانی که مرا کتک زدن بیاورن، بعد سخن مرا بشنوید. جناب هارون رشید، بهلول میگوید حرف نمیزنم تا نفرات را بیاورم و بعدش حرف میزنم. نکند که میخواهد آنان را به اینجا بکشد و از شما بخواهد که آنان را اعدام کنید. خیر، حتما میخواهد باز هم سخنی حکیمانه جلوی همه بگوید. بگذار هرچه میخواهد انجام دهد و هرچه میخواهد بگوید. آخر او حکیمی حاذق است.
خب بهلول چه شده است؟ چه میخواهی؟ هیچ، آنهایی که مرا کتک زدن بیاورید تا بگویم. آنها را به اینجا بیاورید. خوب شد. چرا باز هم گریه میکنی؟ میخوای آنها را بدم اعدام کنن؟ تا کسی حق تعرض به تو نداشته باشد؟ نه هارون، من برای خود گریه نمی کنم. پس برای که گریه میکنی؟ برای مردم. برای مردم؟ آره مردم. یعنی چه؟ برای اینکه مردم به خودشان ظلم میکنن. این مسند، مسند ظلم است و برای تو هم گریه میکنم، به خاطر اینکه من چند لحظه رو این مسند نشستم اینگونه مرا کتک زدن. وای به حالت هارون، وای 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 که چندین سال است به روی این مسند نشستی. خدا صبرت بدهد. صبر برای چه؟ همین است. چه میگویی بهلول؟ چه میگوید؟ آره همین است، به مردم ظلم میکنی، زورت به خدمه نمیرسد، مردم را اذیت میکنید. خدا از تقصیرات شما نگذرد. خدا از تقصیرات شما نگذرد. خدا از تقصیرات شما نگذرد.